در این تقسیم بندی از یک سو دولت‌های عربی مخصوصاً دولت مبارک نقش داشت، از یک سوی دیگه دولت ایران در تقسیم فلسطین، اسرائیل با همکاری این نیروها سه مستقیم و سه غیر مستقیم فلسطین رو به دو بخش تقسیم کردن. به اون موقعیت استراتژیکی که مبارزات رهایی بخش مردم فلسطین داشتن اونو تقریبا اخته کردن. امروز از زنبش آزادی طلبانه مردم فلسطین چیزی نمونده، در واقع بخشی از تاریخ شده و از بین رفته و اون رهبرانی که امروز در کرانه غربی حاکمیت دارن، تازه حاکمیتی که به هیچ وجه حتی طرف استقلال اون فلسطین هم نمیرن، اونها هم در واقع اخته شدن و اون موقعیتی رو که داشتن از دست دادن و بازیچه هایی در دست چیز قرار گرفتن دولت اسرائیل. جعفر صبنوی، خروش و قیام ملت مصر آیا به علت اون تحقیرهایی نبود که مبارک در مقابل اسرائیلی ها مثل پادو و مثل یه سرگروبان بی اختیار عمل میکرد و هر کاری اونا میخواستن در واقع به نوعی به شکلی انجام میداد و ملت مصر ناظر بودند و شاهد بودند و از رنج میکشیدند؟ بله، و مخصوصا که در عرض این 20 سال گذشته این گلوبالیزاسیون، این جهانی شدن سرمایه در این کشورها مثل مشخصا مصر یا ترکیه اون درصدی از بالایی ها را خیلی خیلی ثروتمند کرد. یعنی شما امروز برید ترکیه و مصر میبینید که یه بخشی از سرمایه داران بزرگ مصر و ترکیه هیچ وقت این ثروت عظیمو که نداشتن، هیچ وقت این ثروت عظیمی که اینا در 20 سال گذشته کسب کردن به شکرانه به اصطلاح جهانی شدن سرمایه نئولیبرالیسم اینا بزرگترین سودو بردن. دقیقا برعکسش 80% جمعیت این کشورها بدبختر و فلاکتبارتر شدن، به طوری که امروز در مصر تعداد زیادی از دانشجویان که پدر مادرهاشون فرششون رو فروختن، خونهشون رو فروختن که اینها را به دانشگاه ها بفرستن، اکثر اینها بیکارن. در نتیجه دولت مبارک با این ارتشایی که کلیت نظامش رو در بر گرفت و رشوه های سیاسی و مالی در واقع این دولت رو کاملا از درون فرتوت کرد و به درماندگی انداخت. اگر می اومدن کمک می کردن به این دانشجویان که کار پیدا بکنن، به این عظمت مردم نمی رفتن خیابونها 20 روز شب و روز ادامه بدن. هنوز هم که انتظار رفته به مبارزاتشون ادامه می دن و انواع اقسام اعتراضات و اعتصابات رو ما شاهدش هستیم، از رودخانه نیل و کانال سوئز گرفته تا شهرهای بزرگ کوچک مصر ما شاهد این اعتصابات هستیم. دولت مبارک مسلماً به هیچ وجه به این کارها رسیدگی نکرد و همونجور که شما هم گفتید بیکاری جوانان از یک سو و سیاست مبارک در ارتباط با اسرائیل، هم آمریکا و هم مبارک و محبوبیتشون رو در این 10 سال گذشته خیلی خیلی آورد پایین. درسته که آمریکا از زمان کودتای 28 مرداد به این طرف محبوبیتی که قبلا در زمان جنگ جهانی اول داشته اونو از دست داد، ولی به این اندازه بی‌آبرو نشده بود آمریکا. در نتیجه وقتی که آمریکا اون محبوبیت نسبی رو هم که داشته از دست داده، در کشورهای مثل پاکستان و ترکیه و مصر خیلی خیلی بی‌اعتبار شده، خب مبارک که نماینده آمریکا بوده یا در واقع مردم هم به درستی فکر میکردن که مبارک
با آمریکاست. به همون وقت محبوبیت مبارک هم اومد پایین و دیدیم که وقتی که این توده ها اومدن بیرون و ریختن تو خیابون ها، دیگه حاضر نشدن به هیچ وجه که مبارک رو بپذیرن و گفتن که این باید بره. بله جان پارسا بناب، خواستم لطف کنم به این پرسش پاسخ بفرمایید که اگر قذافی به این جنگ، به این جنگ داخلی ادامه بده و کشتار بکنه، آیا این بهانه ای نمیشه که امکان حمله و تجاوز بعضی نهادهای جهانی مثلا به وجود بیاد، یا سازمان ملل زیر نفوذ آمریکا و انگلیس تصمیم بگیره یک حمله ای به لیبی انجام بشه، در نتیجه تغییر مسیری در این انقلاب ها ایجاد بشه، انقلاب هایی که داره میره مردمی باشه، خودجوش باشه، مستقل باشه؟ ببینید، خب همین که گفتم، مثلا لیبی با مصر تفاوت میکنه. بله. مثلا شما تصور ببین، تفاوت ها خیلی روشنه بعضی وقتا، البته نکات مشترک خیلی زیاد دارن، ولی کشور لیبی 6 میلیون جمعیت داره حدوداً، در صورتی که وسعت زمینش دو برابر مصره. اون وقت نفت داره، مصر هم کانال سوئز داره. خب اینا هم میتونه مشترک باشه، نکات متضاد باشه. بله، در صحرای سینا مصر گاز داره. یکی از اون کشورهاییست که نفتش از یک کیفیت بسیار بسیار ممتازی برخورداره. مثلا تمام زد فیول ها، یعنی بنزین هایی که جت ها استفاده می کنن که از سان فرانسیسکو به لندن، نمی دونم از واشنگتن به، یعنی پروازهای طولانی 5-6 ساعته انجام بدن، از نفت، از بنزین استفاده می کنن، از بنزین هواپیمای استفاده می کنن، جت فیول که از لیبی میاد. بله نفت، یعنی شما نمی تونید مثلا با همون نفت کانادایی و مکزیکی 5 ساعت پرواز بکنید. آره، از نفت مکزیک و کانادا شما میتونید بنزین تولید بکنید، ولی این بنزین به درد فقط الکتریسیتی و اینا میخوره. بله. نه پرواز ها. بله. و در چیزهای تکنولوژی کامپیوتر اینا نمیشه اصلا اونها به کار بود، در صورتی که نفت لیبی با اینکه 1/3 مقدار نفت عربستان سعودیه، ولی کیفیت سوختش به اصطلاح گریت پوینت که میگن و خیلی خیلی بالاست. یعنی شما هر قطر بنزین که از نفت لیبی تولید میشه، پروسه میشه، تولید میشه، اونو به کار ببرید، اون در آخر از اون سوختش خیلی خیلی کمتر چیز داره، اون دیپازیت داره به اصطلاح زواید، در صورتی که نفت کشورهای مثل نروژ یا کانادا و مکزیک اون کیفیت سوختو نداره. بله. خب این به اصطلاح خیلی مهمه تو لیبی. شما توجه کنید که اون مبارزات معیشتی که مردم مصر در این یک ماه گذشته نشون دادن که چقدر میخواستن وضع زندگیون بهتر باشه، اکثر تظاهرات کنندگان در لیبی این شرایط رو نداشتن. یعنی اونها از بیکاری نیومدن مبارزه بکنن. این خیلی خیلی مهمه که آیا اونهایی که اومدن علیه قذافی مبارزه میکنن، اینا آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، عدالت سیاسی بیشتر میخوان، تا مثلا مردمی که اومدن تو خیابونها در مصر و تونس و اینا. از این نظر خیلی تفاوت داشتن. یعنی که بله، جنگ داخلی در لیبی خیلی امکان داره، مخصوصا اگر شما توجه کنید ما وقتی که از مصر یا تونس یه تحلیلی میدادیم، این تحلیل‌های ما بر اساس آمارها، فاکتها و ارقام اعدادی بود که روزنامه نگاران و رسانه های گروهی مثل الجزیره، مثل CNN به ما گزارش می دادن. ما از اونها محرومیم.
شما هر چی از لیبی میگیرید افواهیه، یعنی زبان به زبان به ما میرسه. ما اونجا فردی رو نداریم بلند بشه در وسط شهر تریپولی بگه من اندرسون کوپر هستم از CNN و این گزارش رو میدم، که تازه شما به گزارشش گوش بدید یا مخالفت بکنید یا اصلا اون وجود نداره. شما هر سلازه به لیبی میشنوید افواهیه، یعنی زبان به زبان گشته، یعنی مردم میگن ممکنه واقعیت باشه، ممکنه شایع باشه، چون اون دسترسی که مردم جهان به تظاهرات وسیع مردم مصر داشتن اون دسترسی رو، یا تونس یا حتی یمن، ما در لیبی نداریم. در لیبی هیچ روزنامه نگاری رو اجازه نمیدن بره اونجا دو نفر رو حتی مصاحبه روزنامه نگاری بکنه. مثل این هم مزید بر علت میشه که ما زیاد راجع به لیبی واقعا اطلاعاتمون خیلی خیلی ناقصه. دقیقا مثل ایلانه. بله، چون اینا کنترل شدیدی داشتن. در کشور مصر ما دیگه ایلات و عشایر نداریم. ایران زمان مشروطه شما توجه کنید که صدرخان و بارخان نمیتونستن بدون کمک عشایر جنوب، قشقایی ها و بختیاری ها، تهران رو فتح بکنن. یعنی اینا با هم وحدت کردن که تهران رو فتح کردن. در صورتی که در انقلاب 57 عشایر نقشی نداشتن، کوچکترین نقشی نداشتن. در شاپور بختیار که خودش از یک عشیرتی بزرگ، از عشایر بزرگ ایران میومد، بختیاری ها، اونا نقشی نداشتن در جریانات انقلاب 57. امروز در مصر عشایر، از عشایر خبری نیست، ولی نزدیک به 60% این 6 میلیونی که عرض کردم در کشور لیبی عشایری هست. اون عشایر راضی به آقای قذافی به دو بخش تقسیم شدن، یه عده با ایشون هستن، یه عده ضدش هستن. این خیلی مثلا مسئله مهمی است، میتونه بله زمینه باشه برای جنگ داخلی. و بعدم این فکر میکنید جنگ داخلی میتونه شرایط منطقه خیلی لطمه بزنه؟ نه، لطمه بزنه و خب به نیروهای امپریالیستی نظام جهانی سرمایه رأس آن آمریکا هم اجازه بده که برن تو و اون هژمونی که روی نفت میخوان و نداشتن. چون توجه کنید که قذافی با آمریکا و با انگلستان، مخصوصا با ایتالیا، در این 6-7 سال گذشته خیلی خیلی رابطهش خوب شده بود. بله، کلی باج داده بود. بله، حالا ممکنه خود قذافی مثلا بگه من اشتباه کردم اون زمان با اینها، اومدم گفتم من دیگه تسلیحات اتمی نمیخوام و من با تروریست اصلا همکاری نمی کنم و و و، ولی حالا خب یعنی بی اندازه اونجا بحرانیه، بغرنزتر از مصر و تونس. در این 10-15 روز آینده ما بیشتر و بیشتر متوجه خواهیم شد که چقدر اون چیزهایی که ما راجع به لیبی میدونیم به حقیقت نزدیکه. چون واقعا ما اونجا یه خبرنگاری نداریم که بگه من از الجزیره هستم، از CNN هستم، از فرانس کانال 24 فرانسه هستم، اصلا هیچ کدوم از اینا اونجا وجود نداره. بله، مثل که الجزیره خیلی نزدیکتر خبر داره. بله اونا بیشتر خبر نزدیکترند. بله، شرایط که بله دارن دیگه. بله بله، اونجا در اون منطقه هستند، پایگاهشون در اون منطقه هست، خب اطلاعات بیشتری هم بل نسبه دارن. بله، سپاسگزارم جناب پارسا بناب. مون هم وضعیت ایران و هم همین 14 اسفند که حتما در گفتگوی آینده باید به این دو مورد پرداز. آره، و مخصوصا که این مسائل که میره جلو، ما باید با شرایط ایران و اینا هم در آینده نزدیک مقایسه بکنیم. دقیقاً. بله بله، سپاسگزارم، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم. تشکر میکنم، مثل همیشه شب و روز شما بخیر. مثل همیشه اوقات شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رویدادهای مهم اسفند ماه در حدود یک سده اخیر
کودتای انگلیسی رضاخانی ستزیا و پایان دوره 18 ساله مشروطیت به گفته زنده‌یاد احمد کسروی، فوت احمدشاه در پاریس، اعلام رسمی تأسیس حزب رستاخیز ایران، درگذشت دکتر محمد مصدق و نکته مهم 10 سال قبل از این تاریخ و در زمانی که مصدق زنده و در زندان انفرادی بود، سران 5 کشور تازه مستقل شده و آزاد شده جهان مثل هند و اندونزی و مصر و یوگسلاوی، کنفرانسی در شهر باندونگ و بر اساس سیاست موازنه منفی دکتر محمد مصدق برگزار کردند که نطفه کنفرانسی گردید در 7 سال بعد با عنوان سازمان کشورهای غیر متعهد و مدتها نقش بزرگی در سیاست و مسائل جهانی داشت. ترور سپهبد علی رزمارا توسط خلیل طهماسبی از فدائیان اسلام، اعلام رسمی تشکیل جبهه ملی ایران، آتش زدن و به قتل رساندن کریمپور شیرازی، روزنامه نگار مستقل و ملی توسط اشرف پهلوی، روز بزرگ ملی شدن صنعت نفت، به قتل رساندن مسعود احمدزاده عباس مفتاحی همراه 7 تن از رهبران اصلی سازمان چریکهای فدایی خلق، رد فتوای قتل سلمان رشدی که به فرمان خمینی داده شده بود توسط 46 عضو سازمان کنفرانس اسلامی، عذرخواهی مادلین آلبرایت از ملت ایران برای کودتای ننگین 28 مرداد، شورش‌ها و انقلاب‌هایی که این روزها در منطقه و شمال آفریقا که حتی به جنوب آفریقا هم کشیده شده، تحلیل‌ها در این باره که برنده‌ها و بازندگان این انقلاب‌ها و قیام‌ها کدامین نیروها خواهند بود، نگاهی به قیام و انقلاب خودجوش یا خود به خودی مصر و تونس، ترکیب بندی نیروهای مصر، بخش های سگانه اخوان المسلمین، ملی گرایان به 3 بخش تقسیم می شوند، وضعیت کمونیست ها و مارکسیست های مصر، تفاوت این نیروها با یکدیگر، بخش های سگانه ارتش مصر، آیا ارتش مصر می تواند شرایط و مدل پاکستان را در مصر به وجود آورد و اگر بتواند در چه شرایطی است؟ جایگاه حساس و مهم کانال سوئز در انتقال نفت، اسرائیل چگونه مصر را می‌خواهد و به دنبال چه سیاستی است و با چه دولتی در مصر مخالفت خواهد کرد؟ این پرسش که اگر قذافی به این جنگ خانگی خشونتبار و کشتارها ادامه دهد، امکان دخالت و تجاوز بیگانگان به لیبی را فراهم می‌کند و بدین ترتیب دست سلطه‌گران و در رأس آن آمریکا را برای دخالت و تصاحب چاه‌های نفت و تغییر مسیر راه انقلاب‌ها و قیام‌های مستقل و خودجوش برخی ملت‌ها را آماده می‌کند. توجه می‌فرمودید این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم موجود است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین‌ها رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.